قسمت 16 جنگ و صلح با صلح آغاز می شود. صلحی در سایه نگرانی از جنگی قریب الوقوع. چند سال طول می کشد تا آرایش نیروها و جابجایی توده‌های عظیم انسانی به نقطه حمله ناپلئون به خاک روسیه و شروع جنگ برسد. قوا با هم درگیر می شوند. موضع قوای روسیه بیشتر دفاع، فرار و عقب نشینی است و موضع قوای برتر فرانسه حمله، تسخیر و اشغال است. هجوم تاریخی و عظیم ناپلئون به روسیه با روایت‌های از زندگی چند خانواده اشرافی معناهای جدیدی می‌یابد. در خانواده بزخوف، هلن، همسر پیر بزخوف، به دلیل بی‌اخلاقی مغضوب همسرش واقع می‌شود و واسیلی پدر هلن از پیر می‌خواهد تا شایعات را باور نکند و هلن را ببخشد. پیر زندگی و اداره امور املاک را رها می‌کند تا خودش را بیشتر بشناسد. همچنین در قسمت پیش شنیدیم که دنیسوف، همون افسری که از ناتاشا روستوف جواب رد شنیده بود، برای رفع گرسنگی سربازانش گاری آذوقه هنگ دیگری را می‌دزدد. بعد در درگیری کوچکی زخمی می‌شود و برای درمان به جزامخانه می‌رود و از صحبت‌هایش در می‌یابیم که خلع درجه شده و قرار است به خاطر دزدی آذوقه محاکمه شود. او هنوز هم معتقد است دزدی نکرده و فقط جان سربازانش را نجات داده. در خانواده والکونسکی آندری که بعد از مرگ همسرش لیزا تنها و ناامید در املاکش مشغول ساخت و ساز و آبادانی و نگهداری از فرزند کوچکش است، در گفتگوی با پیر آشکار می کند معتقد است نه باید و نه می توان به بیماران و درماندگان کمک کرد. باید آنها را به حال خود گذاشت تا زودتر از زندگی خلاص شوند. البته پیر ضمن مخالفت در می یابد که کمکهایش به رعایا بیشتر به حالشان مضر بوده تا سودمند. سونیا، سونیا، چطور می تونی بخوابی؟ بیا، بیا تماشا کن. ببین چه افسونیه، چقدر زیباز. آی دختر، بیدار شو دیگه، آخه شب به این قشنگی میخوابن. لاف خوده ناتشو بخوابم. نه آخه تو تماشا کن چه مهتابیه، دل آدمو شاد میکنه. من خوابم میاد حسیسم قشنگم نازنینم. بلنشو با هم بریم کنار پنجره. بیا ببین چه ماهی تو آسمونه. دلم میخواد تو صبح کنار پنجره بشینم و جنگل تو مهتاب تماشا کنم. این خونه های ییلاق خیلی خوبه. ببین اینطوری اینطوری زانوهامو محکم بغل میگیرم، بعد یه هو پرواز میکنم. ببین اینطور. دیدی بس کن دیگه، اگه از لبه پنجره میافتادی تو باشی ما طبقه دومی. اون لحاف منو بده. نمیدم. ببین ساعت از یک نیمه شبم گذشته. سونیا، سونیا اصلا بیا خاطره بگیم. ناتاشا اون لحاف بده، مگه من با همین بالش میکوبم تو کلم. نمیدم. من مدت هاست که شما رو میشناسم. اولا سر ماجرای آزاد کردن رعایاتون کار شما نمونه بود. ای کاش بقیه مالکان شما رو سرمشق قرار میدادن. ثانیاً
از معدود اشرافزاده هایی هستین که از قانون الغای درجات درباری آزرده نشدین. بله، پدرم میل نداشتم من از این حق استفاده کنم. کارم رو از پایین ترین مرتبه شروع کردم. پدر شما از رجال قدیمی دربار هستند و منشی بسیار والاتر از معاصرینمون دارم. بله، اما من زیاد با ایشون موافق نبودم. یعنی با الغای درجات درباری مخالفین؟ تا حدودی بله. من از علاقمندان مونتسکیو هستم. عقیده اون رو مبنی بر این که قوام سلطنت بر شرف و بزرگی استواره درست میدونم. امتیازا و حقوق نجبا هم به نظر من وسایلی برای استواری همین احساسن. جالبه، اما این القاب و امتیازها راه رو برای رقابت و فساد هم باز میکنه. در این حرفی نیست. جالبه که شما با این عقیده از دریافت لقب و اعتبارات سرباز زدین. بله، جالبه. شنیدم توی املاکتون داریم به تنهایی روی اصلاحیه قوانین نظامی کار میکنین. به نظرم قانون باعث شکست ارتش در استرلیتز شد. کار بزرگیه و شنیدم از شورا مواجبی برای این کار درخواست نکردیم. دولت تا همین الانم میلیون ها روبل خرج کرده. آفرین آفرین، برای همینم خواستم ببینمتون. در تدوین اصلاحیه در نظر داشته باشین که برنامه نظام ما باید بر این بنیاد استوار بشه که انسانهای پاک با سینه‌های سرشار از اعتقاد و عقایدی یکسان به وجود بیاریم. فقط در این صورت میشه با تمام قوا رذالت و جهالت رو نابود کرد. با انسانهای شبیه هم؟ با عقایدی یکسان؟ بله بله، چون فقط در این صورت نظام ما توان لازم رو به دست میاره تا دایره سلطش تمام جهان رو در بر بگیره. سلطه بر جهان؟ این هدف قانونگذاران شما؟ و البته هدف شما در تدوین اصلاحیه. مسیح هم خردمندی و نیکی رو تعلیم میداد. پس ما باید زندگی پارسایان رو سرمشق قرار بدیم و امتیازات درباری رو لغو کنیم. آفرین پرنس عزیز، هر راهی را میبندی اونا راه دیگهی پیدا میکنن و این ناامید کننده است. نمیفهم من چقدر کار و تلاش شبان روزی ما برای اصلاح زندگی اوناست. و امپراتور در جریان این دیدگاه شما هستن؟ خب بله بله، من که نمیگم مردم در عذاب باشن. هر فرد روز باید بتونه تمام خواسته های خودش رو در حدود اخلاق و قانون سیراب کنه و قوانین نظام ما باید راه های رسیدن به این هدف رو براش هموار کنن. دوست من، ما قرار دست در دست هم گام های بزرگی برای رستگاری بشریت برداریم. منو ببخشید، باید برم بیرون، باید کمی هوای آزاد بخورم. مادر جان، اجازه میدین یکم با اتون حرف بزنم؟ خدایا خودت رحم کن، بگو ناتاشا. مادر جان، اول اجازه میدین بیام زیر لحافتون؟ پام یخ کرده. بیا. امشب دیگه چی میخوای بگی؟ باید بهت بگم. ببخشیم راجب باریسه. داشتی خفم میکردی؟ چرا بانو نمیشی؟ سونیا رو ببین، اصلا اشراف زاده نیست، یه خونه زاده، ولی همه یه ظرایف رو دیده و یاد گرفته. پسر مهربونیه نه؟ کی؟ بوریس؟ ناتاشا، من همسن تو بودم
شوهر کرده بودم. بپرسی بوریس مهربونه؟ بله مهربونه، منم مثل پسرم دوستش دارم. چرا مثل ابوالهول ماتت برده؟ ادامه بدین، ادامه بدین. ناتاشا چرا؟ از بوریس بینوا چی میخوای؟ خودت خوب میدونی که نمیتونی زنش بشی. چرا نمیتونم؟ برای اینکه زیادی جوونه، آه در بساط نداره. با هم فامیلیمو برای اینکه تو هم دوستش نداری. از کجا میدونین که دوستش ندارم؟ میدونم و این کار خوبی نیست عزیزم. مادر جان اگه من مزخرف نگو. مادر جان ناتاشا ژانویه، فوریه، مارس، آوریل. پاشو برو بذار منم بخوابم. مادر جان بیلسه سب کن، چرا گفتین خوب نیست؟ همه مردم نمیدونن که تو بوریس از بچگی هم بازی بودین. وقت شما رو میبینن فکر و خیال میکنن. از این مهمتر این که بیهوده داری عذابش میدی. دست از سرش بردار. شاید یه دختر ثروتمند برای خودش پیدا کرده باشه و حالا با این کارای تو دیوونه میشه. دیوونه میشه؟ دیوونه، گیج، هرچی. من با خودم مقایسه میکنم. یه پسر عمو داشتم. میدونم ایوانوویچ، ولی اون که پیره. گوش کن ناتاشا، من با بوریس صحبت میکنم. اون نباید انقدر با مادرش بیاد اینجا. آخ چرا؟ برای این که میدونم عاقبت نداره. خب باهاش ازدواج نمی کنم. یعنی چی عزیزم؟ یعنی چی ناتاشا رستوا؟ خب بیان همینطوری به ما سر بزنم. همینطوری همینطوری. او مادر کجاش خنده داشت؟ مادر جان بس کنین، شما بزن من میمونین، نمیتونین جلو خندتون رو بگیرین. مادر جان سکنی سکنی میجوان شویه اوت. چقدر مزخرف میگی ناتاشا. راستی راستی متوجه نشدین؟ اگه نیکولای بود میفهمید منظورم چیه. شب بخیر مادر جان. دوستتون دارم مادر جان. بیا با خانواده ی رستوف، به خصوص با دخترشون ناتاشا رستوفا که خیلی زیاد برای من عزیز آشنات کنن. پیر تو که حالا هوای منو میدونی، حوصله یه اینجور آشنایی رو ندارم. اونا هاشن اونجا. بیا پس چی اینقدر خوشحاله؟ خانم ها اجازه بفرمایی شما رو با عزیزترین دوستم آشنا کنم، پرنس آندری بالکونسکی. خانم ها اجازه بدین منم شما رو با دخترم ناتاشا رستوا آشنا کنم. خوشبختم ناتاشا. منم از دیدارتون خوشبختم خانم. کنت رستوف کجا هستن؟ نمیدونم. خیلی مایلم ببینمشون. منم همراهتون میام. بفهمه بفهمه خشم. من شما رو قبلنم دیدم، یه بارم صداتونو شنیدم. منو دیدی؟ بله، توی الابزار داشتید با سرعت میدویدین، انگار کسی دنبالتون کرده بود ولی کسی نبود. نیکولای نبود، سانیا، بوریس، اسبمون. نه نه صداتونم نصف شب تو همون ییلاق شنیدم. فکر میکنم همه شنیدن،
از بس داد و فریاد کردیم که سونیا نامی بیاد ماه رو ببینه. اونقدرش اصرار کردید که من کنجکاو شدم و به ماه نگاه کردم. سونیا گفت که ممکنه بقیه رو بیدار کنم. حالا ماه چطور بود؟ من تا به حال ماه به این بزرگی ندیده بودم. مهتاب رو روی جنگلم دیدی؟ ببخشید یادم نیست. چه حیف، کاش دیده بودی. شما هم مثل پیر حرف میزنین. راستی شما که دوست آقای پیر بزخوف هستی، میدونین اون امشب از چی ناراحت بود؟ نه نمیدونم. آخه آدمی به خوبی بزخوف چطور از چیزی ناراحت میشه؟ خب میدونین پیر عزیزترین دوست منه. ناتاشا پیدرشان، میبینم با پرنس بالکونسی هم آشنا شدیم. از دیدنتون خوشحالم کنتروستوف. منم خوشحالم. مراتب ارادت منو به پدرتون برسونید. ناتاشا کالاسکه منتظره. بله بریم پدر جان. خوشحال شدم پرنس بالکونسکی. منم خیلی خوشبخت شدم. آروم باشان تریش. این قوقا برای چیه؟ پیر راست میگه، برای خوشبخت بودن باید به امکان خوشبختی اعتقاد داشت.